هموطنان عزیز سلام، خدا کنه هر جا که هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین. بازم به برنامه مساعدت خوش آمدین و امروز بازم من نازنین نایاب در برنامه مساعدت با شما هستم و برنامه رو براتون تقدیم میکنم. خدا کنه که تا لحظات پایانی ما رو همراهی بکنین. بازم در برنامه مساعدت ما کوشش میکنیم که خانواده های نیازمند به معرفی بگیریم و همچنان مشکلاتشان و دردهای دلشان را از زبان خودشان بشنویم. فیلن هم به یک تن از خانه های آمدیم که یک مادر از سرپرست خانواده و زیاد مشکلات دارن در زندگیشان. صحبت هایی که دارن از خودشان میشنویم، مشکلاتی که دارن از زبان خودمی مادر میشنویم. سلام مادر جان، خوب هستی؟ خوب هستی، بخیر، چطور هستی؟ زنده باشین مادر جان، سلام هستی. شکر، چطور هستی؟ قربانتان مادر جان. خب مادر جان، شما خودتان سرپرست یک خانواده هستین و گفتین که شوهرتان هم البته فوت کرده، پس میشه بگین که در زندگی با کدام مشکلات مواجه هستین؟ همه مشکلاتان را بر ما و هموطنانتان بگین. خانه ندارم، سبقیت شام، سرپرست ندارم، کس بازخوازگر ندارم، خودم هستم، دو تاکسی سرم، گای در یک خانه برو، گای در دیگه خانه برو، یک پنده که جل جان نیم در پشتم هست. این خانه هم از خودم نیست، این همسایه آورده من را شانده از بار مسلمانی. دو تاکسی سرم از وقت خراب است، واده خراب است، از اون سیسرهای میترسم. این از این خاطر آمده منجا شدیم، خانه خودم نیست، هیچ چیز از خودم نیست. خب در خانه چند نفر هستین مادر جان و کیا هستن همراهتان؟ خودم از تو مردو دخترکم، اونم و بیادرم از کت پنج تا گرد، سه تا شتکش هست، اونم خانم شه از خودش هست، سو جدا هست، مرد جدا. بله. خب گفتین بیادرتان شما را جشانده؟ هم بیادرکم، دید کم دگه سرپرست نبود، جای نمی رفتم، دگه کی نگاه میکنه کسی تای وقت وادی خرام میکنه. اونو آوردم هر دین خانی خدا، این امروز دوازده روز را کنجا آمده ما شیشتی. بله، باز کرام استان میخواین یا اما تو گفتن میشین؟ نه، تال نگفته دگه، بله. گفته بر یک دما بیشی بازم استان میشه، جای متنگ است دگه برای. خب یک دخترکتان هم دیدیم که بزرگ هستن، مکتب میرن یا نمیرن؟ مکتب ها میرن، مدرسه ها میرن، خال مکتب ها مدرسه نیست. خب مادر جان، شوهرتان هم فوت کرده، پس در خانه کی کار میکنه؟ کی مصارف خانه را پیدا میکنه؟ هیچ کس نه، مرکز خدا دوستان به نام خدا دادی ما میخوریم که نداد، صبر خدا میکنه، کس ندارم که بر ما بیاره. خب مادر جان، چند مدت میشه که شوهرتان فوت کرده؟ این سال ششم است. خب قبل از اینکه فوت میکردن زندگیتان چه قسم بود؟ خوب بود؟ خوب بود دیگه، افغان بدیم در مو غزنی بدیم، خانه داشتیم، یک چیز میز داشتیم دیگه. از روز که شوهر مرد دیوارای ما را کشید، میگه فشتکای تا بتی خودت برو، گفتم فشتکای ما چطور میدن، فشتکای ما ندادم، دختر تا سیسر ما گرفتا ما تا مینه اینجا. بله مادر جان، یک دفعه دیگه میوار ما آمد که بتی بیادر زادای ما، گفتم چرا بتی کل مال مرا گرفتین، مال هیچ ندادی، حال دو تا سیسر خون شما را بتو ندادم، گه کار گرفته، من شش سال شد که اینجا آمدی، خانه خود ما نداریم، گایده یه خانه برو، گایده دگه خانه، گایده دگه خانه. بله مادر جان، وقت بسازد مشکل است و هموطنهای عزیز وقتی که در یک خانواده سرپرست خانواده نباشه بسیار مشکل است. از هر نگاه زندگی کردن ساده نیست، باز بله بخصوص زمانی که سرپرست خانواده نباشه بسیار زیاد مشکل است. و مادر جان آفرینتان که با وجود این همه مشکلات شما باز هم زندگی میکنین، باز هم ادامه میتین. هر کس نمیتونه که با چنین مشکلات مقابله بکنه. این وقت بازی واده قاطی قیمتی سختی مشکل کس چیز نبتی چقدر سخت است. یک مرد نباشه در خانه یک چیز نبیاره است، یه سر چی کنه، دست چی میشه، هیچ چیز نمیشه. خب مادر جان، وقتی که شوهرتان فوت کردن تا فعلا خودتان هم جای کار میکردین؟ نه نکردیم، هیچ کار نکردیم، خودم تکلیف قلبی دارم، کار کرده نمیتونم. خب دمی چند مدتی که شوهرتان فوت کردن مصارف خانه را چه قسم به دست می آوردین، پیدا میکردین، از کدام طریق؟ چون مواد خوراکه هست و هزاران مصارف دیگه می باشد در یک خانه و فامیل، با شدو میکردین؟ اگر کس کرد ما کمک کرد، دادی ما و نمیخوریم که نداد، صبر خدا کم، نان خشک خدا میخوریم، میشینیم چی کنیم، مجبور استیم نگه، چاره نیست. بله چاره. بله مادر جان، قلبی دارم، هیچ کار کردن نمیتونم، این کار کردم یک نفسم قید میشه، میگه نال نفسم ابرای دیگه، از بارم دو تا تیم خود نشیشتیم دیگه.
خب شما که در چنین وضعیت زندگی میکنین، برادرتون که گفتین شما را جای داده که حداقل چند مدت ایجا زندگی کنین، باز همراهتون کمک میکنن یا نمیکنن؟ از هر لحاظ نه کمک نکردن نداره. وام غریب است بیچاره است، از وست تانیلم که پیدا کنه کرای خانه بتا، کرای برق بتا، گفتی اگان تا برای اولاده خود بیاره، هیچ کار بار نمیکنه. اگه همجای مزدورکاری گلکاری پیدا شد میره میکنه، اگه نشد نمیکنه. از واس از وام نمیشه که ما را بته. خب مادر جان در خانه تان فعلا کی کار میکنه؟ هیچ کس نه، هیچ کس نه، نه نه هیچ کس نه کار نمیکنه. خب مادر جان قسمی که خودتان گفتین که خودتان مشکل دارین و همچنان فعلا در خانه برادرتان زندگی میکنین، اونا هم وضع زندگی خوبی ندارن، پس از همسایتان بگوین که همسایتان همراهتان کمک و همکاری میکنن. همسایه ما که ما کمک میکنه کسی که داره بر ما میاره، یک خشک آرد یا روغن یا چای بوره چیز بر ما میاره، اونمو را میخوریم، پرده خدا میکنیم دیگه. خیلی دیگه چطور کنیم خوالک دیگه؟ خزوز توان ما نمیشه خدا که ما بریم در بیرو یک کار بد کنیم یا کار خراب کنیم یا گدایی کنم یا نوی کنم. ما بیارم اولادای ما بتو میشه؟ هر کس از خود دوست و دشمن داره. کتون دو تا ایال خودون اینجا شیشتم یافتم میخورم نیافتم صبر خدا میکنم. دست من همیشه که من برم در بیرو کار کنم یا بار کنم یا مزدوری کنم برای ایالم نان بیارم. خودم ناتوان هستم، من از قلبی دارم. اینقدر کار کردن نمیتونم که خوشا بیرو جای برم نفس میسوزه پس میام در خانه خود. که من برم یک جای کار کنم برای ایال خود نان بیارم میشه؟ خودم ناتوان هستم. ولی که افتم میخورم نفتم که دو تاتیم خود صبر خدا کنم میشینم یا تر یا خوش هر چی بود اونم او را میخورم. دیگه خزوستم نمیشه خواره کنم که من برم یک کار یک نوکری یک چیز کنم. اون دوتا کتیم مست یا سرتن از بارون از اونها میگم باش خدا نکده یک چی برم نشه کم یا تا یک کلان شن از باج پلی خود برایم. بله مادر جان بسیار زیاد مشکل است. وقتی که ما مشکلاتتان و گپای دلتان میشنوم بسیار زیاد ناراحت و جگرخون میشم. وقت که تحمل کردن چنین حالت بر هر انسانی که باشه مشکل است و بخصوص یک مادری که ناتوان است به تنهایی خود چه قسم میتونه که از عهده یک فامیل بزرگ برایه، وقت مشکل است. و هموطنهای عزیز شما هستین که میتونین با این فامیل رنج دیده و این فامیل که بسیار مشکل داره در زندگیشان شما همراهشان کمک بکنین. هموطنهای عزیز استان خواهش میکنیم که لطفاً حتما همراه فامیل هایی که نیازمند است کمک و همکاری بکنین. اگر شما میخواین که امو مال و داراییتان بیشتر شوه، اگر شما میخواین که خوشنودی و لبخند بر لبهای یک فامیل که نادار و ناتوان است بیارین، پس لطفاً کسایی که توانایی کمک داره همراه فامیل هایی که نیازمند است و با کمک و همکاری نیاز داره کمک بکنن. حداقل امروز این فامیل کمک بکنین که یک خانه بتونن بر خود داشته باشن، چون فعلا در خانه برادر خود زندگی میکنن و یک بله و یک مادر نمیتونه که با وجود ناتوانی هایی که داره بره کار کنه و مشکلات خود را برطرف بسازه. پس شما هموطنان عزیز همراه زی فامیل کمک بکنین، بسیار زیاد به کمک و همکاریتان نیاز داره. و اگر شما مادر مهربانی که رنجیده است و وقتی که مشکلات خود یاد میکنه عشق در چشماش جاری میشه، اگر شما همراه زی فامیل کمک بکنین پس طبعا رضایت خداوندان به دست میارین و میتونین که به لبهای این مادر مهربان لبخنده بیارین. خب تشکری میکنیم از هموطنان ما که همیشه وقت در برنامه مساعدت کوشش میکنن با هموطنایشان که نیازمند است و فقیر است کمک میکنن. و یک جهان تشکری میکنیم از بی بی حاجی شکیبا رحیمی که از انگلستان مبلغ 9000 را برای این فامیل نیازمند کمک کردن. و ما پیسه را میخواییم که حساب بکنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
بله، بازم تشکری میکنیم از بانو رحیمی که لطف و مهربانی کردن و خواستن که همراه فامیل نیازمند، همراه یک هموطنشان کمک بکنن. بازم تشکری میکنیم از شان، بسیار زیاد مهربانی کردن. خداوند اجر نصیبشان بسازه و ما در جانی پیسر بگیرین. و گفتنیتان برای بانو رحیمی چیست؟ زیاد تشکر، خدا بسیار بتشان، خدا زیاد که تمام غریبا کمک میکنن، خدا و دنیاشان هم خوب کنه دنیاشان. بسیار زیاد تشکر که تمام کمک. بله. خب مادر جان، پیامتان و خواستتان از کسایی که ثروتمند هستن، چی در داخل افغانستان هستن چی در خارج از افغانستان هستن، چون چینل حتما میبینن، گفتنیتان و خواستتان از اونا چی است، چی کمک میخواین ازشون؟ میگم که تما کمک نما، بیچاره هستم، غریب هستم، دو تاکسی از سرم از خودم هستم، از وست آوان نمیشه. کسایی که دارن خدا دوگان بتیشن که تما کمک کنم. ما بیچاره هستیم دیگه، چی کنم خواره که می چاره دیگه من ندارم، سیاسر هستم، خودم هم دوتا اولادم هم سیاسر هستم. حال وقت هم خراب است، نه جای رفته میتونی نه جای گشته میتونی. میتونی بسیار ازشان زیاد تشکر کرد ما کمک کردن، خدا کردشان کمک کنه، خوبی کنه، خدا زیادتر بسیارتر بتیشان. قربانتون مادر جان، بسیار تشکر از اینکه مهمان نوازی کردین و اجازه دادین که امرتون صحبت داشته باشم. خدا بسیار بده، خدا کتان خوبی کنه، خدا از بلان گایتان کنه تا که دنیا با تصابات باشه کتما کمک کرد. زنده باشین مادر جان، بازم تشکر از شما. قربانتون مادر جان. خب هموطنان عزیزی بود برنامه امروزی مساعدت که چند لحظه خواستیم همراه شما باشیم از طریق چینل افغان انسایدر. فراموش نکنین که به خاطر حمایت از چینل خودتان حتما چینل افغان انسایدر را سابسکرایب بکنین و همیشه ویدیوهای ما را ببینین و لایک بکنین. و به خاطر بهبودی برنامه‌تون اگر پیشنهاد و گفتنی دارین از طریق کامنت میتونین همراه ما شیر بسازین. تا برنامه بعد، خداحافظ.